سلام دوستای عزیز، به چنل ما خوش آمدین. امروز طرز دهی کسدیه که غذای مکزیکی است برتان نشان میدم. بیحد عالی و خوشمزه است. این طرز دهیه حتما امتحان کنین، مخصوصا اولادای اینجا بسیاری را خوش میکنن. این طرز دهیه را جور کنین برشان و مواد لازمی زیر برتان میگم که نیم کیلو مرغ بدون استخوان است که به شکل استرپ باشه بهتر است، و همچنان یک عدد پیاز، دو عدد مرچ دلمه سرخ و سبز، بانجارمی دو عدد و یک عدد مرچ ترکی که به شکل طولانی میبینید میره در تصویر، و بانجارمی دو عدد یا سه عدد شما به اضافه میتونین. یک قاشق نمک، یک قاشق غذاخوری اوریگانو، یک قاشق غذاخوری پاپریکا، یک قاشق چایخوری یا غذاخوری زیره، یک قاشق یا نیم قاشق چایخوری مرچ سیاه، و پنیر رنده شده موزارلا 175 گرام الا 200 گرام شما به ضرورت دارین. همه ترکاری ها را به این شکل خرد ریزه کنین، آماده بگذارین. اول تر از همه روغن ما داغ میکنیم. بعد زیک روغن خوب داغ شد، مرغه که ببینید به شکل خرد خرد ریزه شده، ایره به اضافه میکنیم و ایره خوب سرخ میکنیم برای 5 دقیقه با حرارت بالاست، مگر حرارتون باید بالا باشه تا مرغ خوب سرخ شود. بعد از 5 دقیقه یک 5 دقیقه دیگه بالای سرپوش میمانیم تا به می شکلی خود صحیح پخته کنه و نرم شود. بعد با 5 دقیقه دیگه ماده سرپوش میمانیم تا مرغ ما صحیح پخته شود. سرپوش که ماندیم بر 5 دقیقه بازو بعد از 5 دقیقه رو دوباره پس میکنیم و مواد که ما خرد خرد ریزه کردیم با اضافه میکنیم. مساله ها را مثل پاپریکا، اوریگانو، نمک و مرچ سیاه همه چیز به اضافه میکنیم و ایره کمک سرخ کردیم. بعد زو بانجارمی و پیاز را به اضافه میکنیم. ما اول پیاز را سرخ نکردیم به خاطر از اینکه مزه ازی باز تغییر میه، بهتر است که بعد علاوه شوه. پیاز و بانجارمی بعد علاوه میشه و خوب همراهش سرخ میشه. بعد زیک بانجارمی نرم شد، باز دیگه دوباره ایره سرپوش میگذاریم تا کمک نرم شوه. بوره به اضافه میکنیم. بوره به خاطر از اینکه به مزه ازی بسیار خوبش میزده و مزه شیرینی کم و تندی همراه ازی بسیار خوشمزه میه، حتما ایره امتحان کنین. و بعد از اینکه بانجارمی یا خود نرم کرد، بعد از 5 دقیقه البته ما مرچای دلمرک خرد خرد ریزه کنیم، امروی مرچ دیگه به اضافه میکنیم، بازم یک دو سه دقیقه سرپوش میمانیم تا این پخته شوه. و بعد از اینکه سرپوش ماندیم کمک مرچا خود کمک نرم کرد، یعنی زیاد باید مرچ پخته نشه، بازو پنیر مزرور رو مندازیم و او را صرف برای یک دقیقه پخته میکنیم و زیاد پخته نمیکنیم. به این شکل غاز میکشه. شما ایره را خاموش کنین و دیگه ضرورت به پختن مزید شما ندارین و ایره کنار میگذاریم. و حال میریم نانای تورتیلا که چپاتیگک های خورده است رو میگیریم با بالای یک ماهیتابه یا تخمپزی، هر چیز قابل دسترس است شما او را بگذارین. کمک روغن یا مسکه او را چرب کنین تا نچسبه و بعد از او از مواد را که ما پخته کردیم، البته همی مرغ که پخته کردیم در بینش میگذاریم و با زور قاط میکنیم و مثل بولانی دو طرفش سرخ میکنیم. اما با این روغن اضافه نمیشه، صرف این تابه چرب میشه. باید امروی روغن سرخ نشه، صرف امروی تابه چرب میشه تا نچسبه. ایره سرخ میکنیم به شکلی که در تصویر میبینین، این سرخ میشه. از یک روی به دیگر روی همه این نانکارا به می شکل ما درست میکنیم. یک مساله را من نظر بگیرین که بای زیاد روغن به تخمپزی یا ماهیتابیتان علاوه نکنین. روغن صرف امروی برس چرب کنین که یا ماهیتابیتان باید نسوز باشه که بسیار آسانی این پخته شوه، از یک روی به دیگر روی شوه. اما اگر نسوز هم نباشه شما کمک رو چرب کنین، به خاطر از نانا قبلا پخته شده رپا به آسانی دور داده میشه. اما طریقه دور دادن از این به خاطر که مواد از بینش نریزه، با دست و یا با کفگیری که شما قابل دسترس است، با دو کفگیری اگه بکنین بسیار کارتان آسانتر خوب میشه و شکلی که به تصویر میبینین. با آرامی و استگی از یک روی به دیگر روی کنین، کمک بالاش فشار بدین تا این مواد به نانکایتان بچسبه، یعنی نان رب بچسبه. بازی قابل صرف کردن است و همینطور گرم گرم شما میتونین صرف کنین. نان دیگر هم برتان نشان میدم که چه رقم مواد میمانیم، یعنی یک ملاقه یا دو ملاقه نظر به که چقدر شما در بینشی مرغ و پنیر یا میپسندین به اون اندازه علاوه کنین. و اندازه نان و نان تورتیلا تقریبا 30 یا 35 سانتی متر شاید باشه و شما رو به این شکل قاط کنین. و البته به یک طرفش بگذارین، باز بالاش قاط کنین، با امر کفگیر بروش کمک فشار بیارین تا این مواد به خود جذب کنه و بچسبه. وقتی که شما در میتین او توته نشه. بازی که پخته شد به این شکل رو دنست میکنیم و قابل صرف کردن است. شما میتونین رو صرف کنین. یک غذای خوشمزه آماده شده. خدا کنه این طرز دهی خوشتان بیاد. اگر خوشتان اومد لطفا لایک، شیر، سابسکرایب فراموش
آشنا کنین. ویدیوهای بعدی که براتون جور میکنم در کامنت ها بنویسین که اگر درست کردین چی رقم اومد، خوبش اومد، چی رقم بود و واقعا خوشمزه بود. جایتون خالی است، یک چیزا که بسیار خوب است، شما میتونین به بسیار آسانی با مدد کم شما جور کنین، نوشجان کنین همراه فامیلتون. دوستای عزیزی بود طرز دهی کسادیا که یک غذای مکزیکی است، شما این را حتما امتحان کنین و با ما بنویسین که چی رقم آمد. خدا کنه بازم طرز دهی خوشتان بیاین، نوشجان کنین و لایک، شیر، سابسکرایب و کامنت را فراموش نکنین. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین که من چیزهای دیگه براتون جور میکنم و چند ویدیوی دیگه هم جور کردیم که انشالله یکی بعد دیگه براتون مانده میرم. شما را تماشا کنین، نظریاتتون را بنویسین، این طرز دهی را حتما امتحان کنین. لایک، شیر، سابسکرایب، کامنت پلیز. دوستای عزیز، روزای خوش، وقت خوش در زمستان سرد براتون میخوام. شاد و موفق، پیروز باشین.